مقبره تیمورشاه ابدالی، دومین پادشاه ابدالی ها در افغانستان، یکی از بناهای تاریخی و فرهنگی این کشور به شمار می رود. آرامگاه این شاه افغانستان در نزدیکی دریای کابل و کنار مکتب دختران عایشه دورانی قرار گرفته است و فضای سبز و وسیع دارد. مقبره از ابتدا با زحمات زیاد از سوی مهندسان افغانی و خارجی ساخته شد که هر قسمت آن توجه بیننده را به خود جلب می کند که چگونه این مکان را زیبا و ظریف ساختند. پارک تیمورشاه وقتی که تیمورشاه وفات کرد، باز بچه زمانشاه قبرش گرفت، دمیج دفن کرد، باز امی سر از او یک قبر جور کرد، امی مقبره را جور کرد. دامت تاریخی از این تقریبا در سال 190 سال طولانی چیز قدامت داره. این مرقد از این توسط این لیسا سابق جور شده بودی گنبد تیمورشاه از سال 2007 تا 2014 از 1207 تا 1214 طول 7 سال طول کشید تا که این مقبره بنا شد. قبر تیمورشاه ابدالی در دو بخش بنا شده است که هر یک دارای چندین کلکینچه می باشد که از این کلکینچه ها به عنوان دروازه برای برنده های این منزل ها نیز استفاده می کنند. در بام این مقبره یک گنبد بزرگ به چشم می خورد که نمای مقبره را زیباتر کرده است. می گویند این گنبد از خشت پخته نازک و چونه ساخته شده است. در زمان زمانشاه وقت پسرش تیمورشاه خود وقتی که تیمورشاه دورانی یا مادشاه دورانی فوت کرد قندهار، بعد از او باز بعد از 5 سال تیمورشاه پایتخت کابل پایتخت از قندهار انتقال داد به کابل. تا وقتی که اینجا زنده بود و تا سال 2007 وقتی که وفات کرد، باز زمانشاه پسرش این مرقدش یا همین گنبدش جور کرد. بعد از او باز دمیج قبر شاه شجاع است. شاه شجاع یکی از پسرانش است. تقریبا در سال 1257 وقتی که او فوت میکنه، باز در بغل قبر تیمورشاه قبر شاه شجاع را دفن میکنه. تحولات سیاسی، جنگ چندین دهه در افغانستان و به ویژه جنگ های داخلی در این کشور باعث شد که بیشتر آثار تاریخی و میراث های فرهنگی افغانستان ویران شوند که در میان این آثار تاریخی تخریب شده مقبره تیمورشاه ابدالی در کابل نیز قرار داشت که قسمت های از آن ویران شده بود تا جایی که به محل استقرار معتادین مواد مخدر تبدیل شده بود. نهادهای دولتی و خارجی تلاش کردند تا این مکان تاریخی را دوباره بازسازی کنند و از نابودی آن جلوگیری کنند. کار بازسازی مقبره تیمورشاه ابدالی در سال 2002 آغاز و در سال 2009 به پایان رسید و در سال 1399 رسما افتتاح و برای بازدید آماده شد. این مقبره در طول جنرای سال 71 تخریب شده بود. باز از او تیم از آقا خان موسی آقا خان در سال 2002 تا 2005 دوباره این را ترمیم کردن. صرف ترمیم نشده بود، در طول سالهای جنگ‌های خرابه مانده بود. بعد از او باز بنیاد آقا خان به کمک اطلاعات فرهنگ باز این همی جای دوباره بنا کرد و این پارک را مکمل پارک جور کرد. سابق این دیوالای پارک روش از بین رفته بود، یک بازار موجود بود تکه فروشی یا کالا فروشی. بعد از بازو را موسی آخان دوباره ای را چارجش پیدا کرد و تدابایش تمام شد، مکمل همین پارک را مقبره تیمورشاه. تیم آخان آمده بود و تیم آخان مکمل ای را ترمیم کرده بود و استیج کرده بودن و تمام چیز نظر به شواهد سابقه از این که پیششان موجود بود دوباره مو را بازسازی کردن. این مقبره اول صرف مقبره جور شده بود، پارک موجود نیست نبود. باز پسانا در این سال 2005 به بعد این پارک شد. موادش خواه همو مواد است، همو سنگ است، همو تمام چیزایش مکمل، نقشش، همو خشتش تمامش مکمل است. صرف سابق که بود ریل و سمت و چونه کار شده، آل دوباره همین جای اساسیش مکمل کردی سمت و ریل دوباره جور شده با اون شکل سابقیش.
و امروز این مقبره یکی از مکانهای است که گردشگران داخلی و خارجی در کابل به تماشای آن می روند. برای همشهریان عزیز باز است، قیمت تکت ما 30 افغانی است، تکت قیمت ویزیتور خارجی ما 39 است و مردم می تانند که همه روزه فامیلای خود گرفته بیاین از این پارک دیدن کنند و کدام نمایشگاه یا نمایشگاه‌های صنایع دستی داشته باشند. سابق ما در زمان جمهوریت هم اینجا دایر می شد، حالا ما کسی می خواهد که نمایشگاه دایر کنند، نمایشگاه عرص دایر کنند یا نمایشگاه صنایع دستی جور کنند، ما در خدمتشان هستیم. به می قسم بودن چوبایش هم چوب چارتراش است، یعنی چوب خود کنر است، چوبی است که تاب نمی کنند. ما سالانه ایره ترمیم می کنیم، کدام جایش که خراب می شه تیمی باسازی ما داریم از حفظ مراقبت باغ بابر، میان سالانه ایره ترمیم می کنند و اگر جایش خراب می باشد طول ریخت شکست پیدا می کنند ما مکمل ترمیم می شیم. دیدن ویزیتورهای خارجی اگر بیاید کسی یا ویزیت ها ما روزانه برای عموم مردم اگر بخواین داخل از این مقبره چی ده همین گنبد باز میکنیم، سالونش هم میتونن دیدن. یک سالون عجزولی داره که توسط انجینرها ساخته شده.